ستایشگر آن اهورای پاک هستم که در صبحگاهان مهر و صداقت، وفا و راستی، آرامش و تندرستی را از چشمه نور بر ما ستایشگرانش ارزانی می فرماید. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما خوبان. این کلیپ رو اختصاص دادم به تک سنگ. وقتی ما در دشتی، در بیابونی، در کوهی تک سنگی رو میبینیم، اون تک سنگ رو تشخیص بدیم که مربوط به دفینه است، آیین اعتقادی، حد و میزان یک قلمرو هست یا مرز بین دو تا قلمرو هست. اینها یعنی چی؟ یا هنر هست یا اقتدار هست. ما تک سنگ رو که دیدیم نحوه تشخیص باید به چه صورتی باشه، چه مواردی رو ما بایستی دقت بکنیم تا متوجه بشیم اون تک سنگی که در اونجا گذاشتن چه معنا و مفهومی رو داره. دوستان گرامی، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. بریم سراغ اصل مطلب، کوتاه، مفید و مختصر. وقتی ما تک سنگی رو در کوهی، دشتی، بیابونی مشاهده کردیم، معمولا همه تک سنگ ها ارتباط به بار و دفینه ندارن مگر اینکه مکان نامی باشه. اگر مکان نامی باشه، اون تک سنگ مطمئناً برای یک منظور خاصی در اون قسمت جانمایی شده. خب حالا ما معمولاً تک سنگ ها همه مربوط به بار و دفینه نیستن. چه نشانه هایی میتونه روی این تک سنگ وجود داشته باشه؟ اول میریم سراغ علائم و نشانه ها. باید در مکان نامی باشه یا در کنار یک چشمه باشه تک سنگ، یا اون تک سنگ که غیر قابل حمله و رنگش متفاوت، آثار تراش دست انسان بر روی سنگ مشهود است، در یک محیط سکونتگاهی میاد، یا در تیررس یا در دید یک برج نگهبانی، یا در نزدیک یک قلعه باستانی، یا یک محیط تمدن یا سکونتگاه هست، همه اینها برمیگرده به اینکه اون تک سنگ مهمه، یا اون تک سنگ کنار تک درخت کهنسال یا تک درخت نخبن باشه. این تک سنگ میتونه مهم باشه، اما آثار و علائمی که بر روی اون سنگ هست چی میتونه باشه؟ اگر تک سنگ در بالادست یک محیط تمدن یا در بالادست یک محیط سکونتگاهی بیاد، اون تک سنگ اشاره به گوردخمه میکنه. اگر تک سنگ در مجاورت راه مال رو، در امتداد راه مال رو، راه مال رو رو به دقت مشاهده بکنید، ابتدای راه مال رو، انتهای راه مال رو، اگر اون تک سنگ در ابتدا یا در انتهای راه مال رو بیاد، مربوط به دو تا نشانه میتونه باشه. یا شما در محیط قبرستانی رو دارید، یا اون تک سنگ جنبه آیینی و اعتقادی رو داره. حالا شما یک تک سنگی رو دارید که اون تک سنگ پایین اون دورچین شده با سنگ های ریز، و پایین تک سنگ تخت هست و سنگ هایی که کاملا مشخص دورچین هست. خب تک سنگی که دورچین شده باشه، دوستان گرامی، این اشاره به یک قربانگاه داره، اشاره به یک محیط نزورات داره، مکانی که در اونجا قربانی، نزورات و پیشکش انجام میشد. اون پیشکش ها میتونه مثل الان ما که سربریدن گوسفند هست، میتونه
نزورات باشه، مثل این که ما الان نزوراتی رو میریم در ذریح امامان یا امامزاده ها میریزیم، یا پیشکش پارچه، میوه، غذاها و خوراکی ها باشه، اون تکسنگی که دورچین سنگ های کوچیک داره رو با دقت فراوان سنگ رو بررسی موشکافانه انجام بدید، میتونه جاساز سنگی در خود همون تکسنگ باشه. حالا اگر ما روی اون تکسنگ، دوستانی گرامی، جوغن دایره‌ای رو داشتیم، اگر جوغن دایره‌ای بود، تکسنگ رو که داریم، طلوع آفتاب رو داریم، غروب آفتاب رو داریم، در جهت طلوع آفتاب، در جهت غروب آفتاب مقداری قدم بزنید، به نشان دومی میرسید. اون نشان دوم میتونه تثبیت کننده باشه، لذا با توجه به محیط جغرافیایی که دارید میتونه متفاوت باشه و من نمیتونم اشاره دقیقی به اون داشته باشم. اما اگر ما تکسنگی رو داشتیم و جوغن مربع و مثلث تو امان با هم روی اون تکسنگ بود، اشاره به یک تدفینی داره که اون تدفین همراه با معماری و طراحی مهندسی از نوع مقبره میتونه باشه. خدمتتون عرض بشه مورد دیگه نقاشی. اگر ما روی تکسنگ نقاشی رو داشتیم یا خطوطی رو روی تکسنگ داشتیم، مربوط به بار و دفینه نیست. این طوری نیست که اینجا برای شما کتیبه‌ای باشه و اون رو ترجمه بکنید و این نشان دفینه و زیرخاکی باشه. دوستان گرامی، اگر تکسنگی که روی اون نقاشی یا نوشته‌ای باشه، برمیگرده به هنر اون افراد که در اون محیط تمدن ساکن بودن، برمیگرده به خدمتون عرض بشه که اقتدار اون حاکم. میتونه نقاشی سردیس یا تندیس یک حاکمی باشه که نشان از قدرت و اقتدار اون حاکم هست. دوستان گرامی، در انتها لایک و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه، دعای همیشه، امضای خداپای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان، حق نگهدار.